پوچتینو هرگز و هرگز پیشنهادی از بارسا دریافت نکردم. سرمربی آرژانتینی سابق تاتنهام در مصاحبه جدید خود تأکید کرد که ماه گذشته از بارسلونا هیچ پیشنهادی به وی نرسیده بود. بارسلونا ماه گذشته به بدترین شکل ممکن برابر بایر مونیخ تأخیر شد و با شکست 2-8 از لیگ قهرمانان کنار رفت. بارسا در 4 سال گذشته همواره با ثبت شکست های سنگین از لیگ قهرمانان حذف شده و باخت به بایر مونیخ در واقع ته ماجرا برای بلوگرانا بود و این تیم به آخر خط رسید. کمی بعد سران باشگاه که کسیتین را از سمت خود برکنار کردند و سپس گفته شد ماوریسیو پوچتینو سرمربی آرژانتینی سابق اسپانیول و تاتنهام گزینه جدی جانشینی او محسوب می شود. در نهایت اما این چنین نشد و رونالد کومان بود که به عنوان جانشینی که کسیتین هدایت بارسا را بر عهده گرفت. شاید انتخاب پوچتینو باعث شده بود تا انتقادات زیادی به سران بارسا وارد شود، چرا که مربی آرژانتینی بارها اعلام کرده بود که هرگز سرمربی بارسا نخواهد شد. پوچتینو در مصاحبه با فاکس اسپورت و در واکنش به شایعات دریافت پیشنهاد از بارسا گفت ابدا صحت نداشتند و من هرگز و هرگز از بارسلونا پیشنهادی دریافت نکردم. البته وقتی گفتم هیچ وقت سرمربی بارسا نمیشوم کمی هم اغراق کرده بودم. واضح است که من میدانم به خاطر سابقه ام در اسپانیول و مسائل دیگر دشوار بتوانم روزی هدایت بارسا را قبول کنم. در دنیا چیزهای زیادی هستند که نمیتوانند به هم برسند، ولی در نهایت هر چیزی امکان پذیر هست. پوچتینو دریافت پیشنهاد برای هدایت تیم ملی آرژانتین را نیز تکذیب کرد.